اینجا کنار فروشگاه صدبر یکی از سر ازدحام‌ترین مکان‌های دوشنبه بود. روزهای معمولی در اینجا رواق خیلی زیاد بود که به اصطلاح حتی جای پا گذاشتن نبود. اما بعد از یک روز اعلان موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان از سوی مقامات اینجا کم آدم‌تر به نظر دیده می‌شود. هرچند در تاجیکستان رسماً قرنطینه اعلان نشده است، اما برخی ها به خاطر احتیاط کمتر به کوچه می‌برند. زمونه کینشیدگی کار نکنی نمی‌شود. ذخیره نیست. این 90-70% خلق قبیل چکو کده سای. از هر کار میبره بیستون کار میکنه که برای دو تا نون خره برای فرزندوش. خای ما باید برویم نه برویم نمیشوام. سورا اونو خرید کدن در کرای که اگم چی باید برویم. نمیشه که ما در خونه من بیارن گوان مهه. ما باید برویم. از شما خودت اونیو شوهر تا اونیو فرزندتون میبرن یا در خونه میشنه؟ همه من میبرویم. همه من مجبوره میبرویم. اما تنها مردم عادی نیستند که خود را از سرایت یافتن به کرونا ویروس احتیاط میکنند. در جلسه اخیر حکومت که دیروز برگزار گردید، وزیران و رهبران اول نیز به فاصله از هم نشسته بودند. ضمناً رئیس حکومت امامعلی رحمان امروز برای کارمندان ساحه طب از فاند ذخیروی پرزیدنت بیش از 12 میلیون سومانی جدا کرد. با گفته مقامات با این مبلغ برای آن کارمندان ساحه طب که در بواسطه در روند آشکار کردن و تبابت بیماری کووید 19 اشتراک میکنند دوام 3 ماه یک معاش دیگر داده میشود. همچنین دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر داد که رئیس جمهور معاش یک ماه خود را به صورت حساب مقابله با کرونا ویروس گذرانده است. اما کارشناسان اقدامات مقامات تاجیک در راه مبارزه با کرونا ویروس را ناکافی میخوانند. برخی ها پیشنهاد دارند که حکومت برای مدتی کوتاه حتی در کشور قرنطینه اعلام کند تا این بیماری اوج نگیرد. طبق اطلاع رسمی تا این لحظه در تاجیکستان 15 حالت گرفتاری به بیماری کووید 19 به قید گرفته شده است که 10 حالت آن در ولایت سوخ و 5 حالت دیگر در شهر دوشنبه بودند. هرچند مقامات گفتند که ساعت‌های نزدیک آمار تازه گرفتاران کرونا ویروس را نشر خواهند کرد.